مردم عزیز، سلام دوباره. خبرهای مرتبی میرسه که بین صدر اعظم اسرائیل و ارتش اختلافات است. یه آدم نظامی نیست، ای طرف میزنه، ای طرف خود میزنه. دائمی شکستی که اسرائیل خورده، ای آدم بر اولین بار از بسیار آدم بیخی به اعتبار خود از دست داده. امکان برکناریش هم هست، اما به چه ترتیبه؟ خب فعلا شرایط جنگی است. اما از برکت یادم کودکان غزه 17 روز است که بیخواب هستند و تکان شدیدی که از صداهای مهیب بالای کودکان آید میشه بسیار وحشتناک است. گزارشاتی است که تقریبا کودکان وقت بمباران میشه بیخوابشان خراب میشه، تقریبا تو نیمه دیوانه شدن. جنگ از جنگ تازه هنوز شروع نشده. حزب الله 2 پایگاه الکترونیک اسرائیل در مرز در داخل خاک اسرائیل نابود کرده. این جنگ هایی است که اگر در گذشته میشد او یکان 10 تیاره اسرائیل میره بیروت میزد به یک شکل. حال لگام اسرائیل فعلا امریکا کش گرفته. چرا؟ گروگان ها. دیگه علتش انتخابات. اینجا حتی در بین اسیرا و گروگانا یهودای روسی هم است. امروز دمیتری پسکوف سخنگوی کرملین گفت که ما تلاش خدا میکنیم تا شهروندان روسی که در نوار غزه اسیر شدن اونا را آزاد کنیم. این از تمام ملیت هاست. خب ممکن است اینا را زود اعلام کنند به حساب روسیه. کرملین پسکوف میگه که بایدن از یک نظم نوین جهانی گپ میزنه. معلوم نیست که این نظم نوین امریکایی چی است. اگر رفتن در یک کشور و کشور ویران کردن و پس دوباره برگشتن نظم نوین باشه، لعنت به این نظم نوین. و می خاطر است که علیه این نظم پوشالی قیام است در کل، البته در فعلا در محور آسیا. سخنگوی کرملین میگه که ما با امی سخن بایدن موافق هستیم که جهان به نظم جهانی و به نظم عمومی جدید نیاز دارد، اما به این موافق نیستیم که چنین نظم جهانی را امریکا می سازد. منفی از او اینجاست. در این نقطه جنگ متمرکز است، جنگ اوکراین و جنگ حال اسرائیل. اونا علنی میگن که نظم جهانی آینده امریکا محور نیست. خب حالا بایدن میگه امریکا قدرتمندترین کشور دنیاست، ما این کار را میکنیم. و همین خاطر است که ما میگیم که منطقه خواستن خاورمیانه با آسانی دیگر روی آرامش نمیبینه. از روی این میگه پا میبینه. جاناتان کنریکوس سخنگوی مثلا نیروهای ذخیره ارتش اسرائیل است. و میگه وضعیت ای وضعیت که روان سید نمیشه ادامه داد. به خاطر از اینکه این اجتناب ناپذیر می سازه عملیات زمینی را به طرف غزه. با سعی کرده که چرا خم اشتیا نداره. چی میگه؟ میگه اگر حماس از مخفیگاه خود برای گروگانا را تحویل بده 212 نفره بی قید و شرط دستای خود بالا بکنه، سلاح خود در زمین بانه، باز ما جنگ پایان میدیم. میبینین اینا در خواه 10-20 سال پیش هستند. نمیفهمم که مثلا حماس علت از اینکه دست به این رقم یک پرخاش عجیب و غریب زد چی است. هیچ علت نمیفهمه این طرف. همین خاطر یک نوع رادیکالیزم دو طرفه مثل دم شمشیر تیز
جرقه میزنند. رادیکالیزم یهود، رادیکالیزم اسلامی. یک شخصیت لبنانی است، در اینترنت بسیار آدم معروفی است به نام ناصر قندیل. اینا میگه که خب اینا از فتح غزه گپ میزنن، حزب الله بسیار با آسانی یکی از پیشرفته ترین دو پایگاه پیشرفته پایگاه اسرائیل که اونجا سیستم های الکترونیک بسیار زیاد مهم جاسازی شده بود را تخریب کرده، پایگاه های العباد و روحیت العالم در مرز. این بسیار بله. ای دو پایگاه مهم بود. من بخیران ماندم که چرا اسرائیل مثل سابق یا مثل 2006 در جنگ 33 روزه تمام ارتش خود را سوق نمیکنه و طرف جنگ حزب الله. اینا بزرگترین پایگاه جنگ الکترونیک در خاورمیانه بودن، اینمی دو پایگاه العباد روحیت العالم که از بین برده حزب الله. بسیار پایگاه جنگ الکتریک بوده. روزانه بین 200 تا 300 نفر کارمند و مهندس اونجا کار میکردن. این تو یک تاسیسات بوده گرفته از بین بردش راکت زدش. این را نمیگن اسرائیلیا. خسارت تخمینی تجهیزات پیچیده دینمیجا مطابق گزارش بالغ بر 20 میلیارد دلار است. اینمی تاسیسات در یک دوری 30 ساله ساخته شده. ما که ایران انترنشنال رو میبینیم، دیگه نشنال ها هیچی چیزا رو تماس نگرفتن، شاید بعد از این بگیرن نمیدن. نماینده چین وارد قضیه شده، میگه وضعیت غزه بسیار خطرناک است، اگر خطر تشدید درگیری هم شد در مقیاس بسیار بزرگ است. حالا یکی از اعضای کانگره امریکا میگه که ما حالا یک محور شرارت نو داریم در دنیا. این محور شرارت روسیه است، چین است، ایران است. این تحلیلی میگه میخواید بگویید که محور شرارت در عقب جنگ اسرائیل و حماس است. خب اینا 12 ساعت پیش جلسه کابینه جنگی اسرائیل بود. میزنن 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 به هدف به کی نمیرسن، به یک فیصله. اما چی میکنن؟ نیوزش هواپیما ها میره، اماکن غیر نظامی را، شفاخانه را، مسجد تا که میتونه زدن میره. شما تصور میکنین که در نصیب اسرائیل آرامش است؟ به این رقم ما ایراد میکنم که چطور به خاطر است که اینا از نظر ذهنی در درک ماهیت دگردیسی های زندگی امروز و مناسبات کشورها و پیشرفت هایی که صورت گرفته بیخی اینا عقب مانده هستن. این نظر خودم است. خب میرن به ساده رفتن ارتش اسرائیل خانه صالح العاروری معاون رئیس سیاسی رهبر حماس در رامالا خانهش گرفتم. یک تابلو به زبان عربی نصب کردم. این تابلو نام داره پایگاه ابو نمر یا ابو نمر، یک پایگاه مثل پایگاه موساد. یک شب قبل در کمتر از یک دقیقه 130 نفر در حمله هوایی کشتن، کلش اطفال و مردم غیر نظامی. وقتی که کارشناس صحبت میکنه طوری صحبت میکنه که مردم از کشتی های هواپیمابر امریکا میترسانه، طوری گپ خودم میبره که باید اون برای ایران بزنه. این یک چیز کلیشه‌ای، یک دیدگاه مثلا قبلا شکل گرفته در دماغ کس که لایتغیر است. عجیب است. دهی نمیگه که مثلا ساعت 2 بامداد دیشب کل کودکان جهان در خواب به جز کودکان غزه که به دلیل بمباران بسیار شدید
از خواب پریدن. 17 روز از اینا بی خواب هستند. کودکان شما تصور میکنید ای خواب یک چیز بدی است؟ یک روز که شما قرضدار خواب شوین، همین چند روز به حال نمی آدم، 17 روز هستن که اینا بی خواب هستند. مکمل قربانیان دیشب کودکان و زنان بودند. او را ماندک مسجد النور المحمدی را در غزه، او را مسجد هم زدن. در بین از او چقدر نفر بود آنوز چیز نشده، خب من تو شبکه تلویزیون الجزیره ای را گزارش کرد. خب مرغ جاناتان کنریکو سخنگوی ارتش اسرائیل میگه آل یک لینک داره. نظامی ها وضعیت سیاسی رو درک نمیتونند. او میگه به قید و شرط باید حماس تسلیم شود. او که تسلیم می شد این حال روز سر شما می آورد. عجیب نیست؟ حال دفتر نخست وزیری است. دفتر نخست وزیر جلسه میکنه، تصمیم میشه شما ببینه، میگه هیچ کمک بشر دوستانه به غزه نره و اگر میرم کمتون بدون نظارت هیچ چیز نره، همو رقم هم هست. ای که مثلا در خان یونس در جنوب نوار غزه زدن 6 کودک یک زن کشته شد، او طرف دیگه کشته، روزانه که شمارش دست کم و 50 نفر یه حساب نمیه. یعنی ذهنشون باد کرده، فقط گپ خودم میشنوند. اینجا در داخل کابینه بحران عدم اعتماد است. ارتش نتانیاهو را ریشخند میکنه، میگه این آدم یک چیزی از جنگ نمیفهمه، دستور میده. این غنی که دستور میداد نه چیغ میزد، میگه من سرقومندان اعلی هستم. حالا این سرقومندان اعلی دیگه در تلویف که ارت جنرال ها که دزی بیخی مذاب هستن که چی میگه. ارتش اسرائیل عصبانی است، تصمیم گیری برش دشوار است که چی؟ او را سیاسی ها معطل است. سیاسی ها را کی میگه؟ از امریکا میگن که معطل کنین. در نظر شما چرا تأخیر کردن در این کار؟ تنها مسئله گروگان است؟ یا خب گروگان و انتخابات و دیگه یکی از کلان شدن جنگ میترسن. بله این گروپ هایی که ای حزب الله، حماس، جهاد اسلامی، این کتایب حزب الله که گروپ هایی که از عراق آمده روان است، او انصار الله، اینا اگر یک بار اینا رها شدن در میدان، لوجستیک برشان رسید و مهمات، هیچ کشوری حتی راه های کشتیرانی بین المللی مختل میشه. یک علت های عمده است، اما در ذهن ما یک چیز دیگه میه. من میگم که کماندوهای خاص این چند کشور آماده میکنن با که عملیات بکنه سر گروگان ها، کن جایش متوجه شدن که برند گروگان ها را وردارن بیارن با چه قیمتی دیر نمی. این در ذهن شخصی ما میگرد، نمیفهم که این گپ تا چه اندازه درست باشه. چرا در این رقم همینطور در ناچاپکی کارا یا میکنن؟ اوسیا یمن اونا راکت های کروز و پهپاد های بسیار سنگین کامیکاز در اختیار از اونا است. اونا عملا ثبت نام شروع کردن و مرتب به طرف جبهات محور اسرائیل و عرب می آیند. این ما شما تمیر صحبت میکنیم یک 10 دقیقه و 15 دقیقه. این تحرکات بسیار سریع است، البته از لای بر گزارشاتی که از منابع مختلف میه، خاصتا از منابع ایرانی و روسی و همچنان از منابع عرب. حال موساد میبینید، تصور بکنید که یک شب خوابیدین بیدار شدین، بیمارستان الشفا ممکن است با کمیت چند صد نفری خراب خواهد شد. ایره گفته موساد میگه که در غزه
این بیمارستان الشفا به عنوان یک هدف از ما شناسایی کردیم. 30,000 فلسطینی دیجا سرپناه داره. متوجه هستی؟ یکی ره خصا تو ممدونی ره. آره میگه که ایران میزنیم. به خاطر از اینکه ایره سپر انسانی ساختن در پناهگاه های زیرزمینیش کلش نفرات جنگی حماس است. بسیاری از مقامات اسرائیل از جمله از مدیرای موساد بر لزوم ادامه بمباران بسیار اینا تاکید میکنند. اینا بسیار داغ هستند، دمی داغی ممکن است بسیار چیزها سر خودشان بره. اینجا ویاچسلاو ماتوزوف رئیس انجمن همکاری تجاری با کشورهای عربی است، یادم به تازگی گفت که اگر جنگ علیه ایران شروع بکنن از چند ماه است، این مصر از اسرائیل چیزی نمیمونه. شما تصور نکنین که امریکا خود غرق میکنه به خاطر دفاع از اسرائیل. نه، ما دو تجربه دیگر را داریم. افغانستان بیخی خود همیتو ظاهرن همیتو شیر و روغن و غرق شدن نشان میدهند. نفتومید وقت ما دیگه اشتباه را نمیکنیم. پیمان امنیتی امضا کردند، دیدین چی شد؟ یا در اوکراین او قانونمندی در مورد اسرائیل هم قابل تطبیق است. چرا؟ به خاطر از اینکه ای ابرقدرتی که شما به نام امریکا میبینید او ابرقدرت تاجر است. تاجر قانون فکریش کاملا جداگانه است. ولی ماتوزوف میگه اظهاراتی که از تل‌آویو میاد بیشتر شبیه چیغ و فریاد یک آدم روستایی است که دیگه هم روستایی خود غال مغال میکنه و میخوای او رو بترسانه. تبلیغات اسرائیل میگه غال مغال به اصطلاح دعوای دو دیقان است. شما تصور بود، این نخستین بار است که اسرائیل در طول تاریخ خود تبدیل به یک دعواگر روستایی شده. به مو خاطر اینا عصبانی سن. عصبانیت آخر چیزی دستشان میده. نخوات همیشگی جایش چی داده؟ با خشم نازا تمام چیزها رو دنبال میکنم. چون ما وابستگی به هیچ از روی یک وجدان مثلا متوازن مسائل مطرح میکنم. او تکبر در اسرائیل در حال رنگ باختن است. جاش خشم گرفته. خود چی باید شود؟ جان خود جان تو هم بزنی هم. اینا رهبرای سیاسیشان، رهبرای نظامیشان بعد از این باید با دگرگونی های زندگی، دگرگونی هایی که در مناسبات بین المللی، با دگرگونی هایی که در گردش حوادث تاریخی رونما شده اعتماد بکنن، یقین بکنن و سلامی بزنن. دیگر رای نیست.